با درود. خب من این مصاحبه شرم‌آور رو دیدم، امون اندازه که عصبانی شدم دلگرمم شدم، چرا که با توجه به اینکه سالیان سال تو ایران به عنوان بازیگر در کنار این دست آدما کار کردم، خیلی خوب میشناسمشون و با این مصاحبه فهمیدم اوه پایان کارشون نزدیکه. وقتی میبینیم جشنواره ها رو تحریم میکنن، در واقع این زجواره ها رو، این باید و نباید ها رو تحریم میکنند، خب جای دلگرمی داره. و خب طبیعیه که اینا یکی از نشانه های فرو ریختن نظامه، چون واقعا عنصرهای مهمی هستن هنرمندا در نگهداری حکومت، در حمایت کردن که این سالها دیدیم متاسفانه چه اشتباه ها و چه خطاهای اتفاق افتاد و الان شاهد این هستیم که خوشبختانه یک سری از هنرمندان به هوش اومدن، ترسشون ریخته و مقابله اینا قرار گرفتن و ما میدونیم چقدر سخته توی اون وضعیت دست از همه چی بکشیم. حالا دیر هم باشه، باز هم دیر نیست، باز هم فرصتی هست. مردم دلشون به شماها گرمه، شماها هستیم که باید روبروی این آدمک هایی که دهانشون رو باز میکنن و این چنین توهین میکنن به زن، به شخصیتش، چه هنرمند باشه چه هر چیزی، اساساً دارن توهین میکنن به زن. و این وظیفه ماست چه مرد باشیم چه زن، در حمایت از این جنبشه زن زندگی آزادی. به باور من همه باید دست به دست هم دیگه بدیم، چهره های اینها رو نمایان کنیم و رسواشون کنیم. اینها نفس‌های آخر رو دارن می‌کشن و به هر حال متوسل میشن به این دست آدمایی که همچنان نوکریشون رو می‌کنن، همچنان بلندگوی خامنه‌ای و جمهوری اسلامی هستن. اما جای نگرانی نیست، باید خوشحال باشیم که جهان صدای زن، زندگی، آزادی رو شنید و فریاد زد و به حمایت از این جنبش بیانیه ها صادر شد و قوانین بسیاری تغییر کرد. شرم میمونه به رخ اینا، اینها هیچ فاصله‌ای با حکومتی ها ندارن، دستشون تو دست همه و اینها هم حالا چه هنرمند باشن چه هر چیزی، به باور من باید حساب پس بدن در روز موعود. زنده باد آزادی، پاینده ایران.